آقا جان، آقا جان، عرقچا میسیا. سلام. سلام، صبح شما به خیر و خوشی، سلامت باشی. چرا بدنم خوش شدی؟ برای اینکه ورزش اصولی داره قربون، تو شما رعایت نمی فرمایی. اولش باید 10 دقیقه دویی. دویدن؟ کجا؟ دور حیات. دور حیات که جای دویدن نیست قربون. تشریف بیاری، تو بنده هستم خدمت رو. تشریف بیاری. از اینجا تا نونوایی ساعت گرفتم بنده، درست رفت و هرگشت 10 دقیقه میشه. درسته؟ هم بدنت گرم شده، هم خود دو تون اون سنگه که داغ چیکار کردی، برگشتی به سلامتی کنه. بفرمایی. دست بگیم، دست بگیم. برو بابا جان، برو. دوستان سلام، صبح بخیر. در آغاز امروز، این روز دلفروز که باز از دل و از جون صبح بیروز میده مژده شادی، اومدیم خدمت با حشمت با شرکت صاحب کرم عاقبت اندیش فرشته وش نیکو روش نیک خزال فلک آفاق قدر قدرتتون که بگیم ای عزیزان، شما منبع نوری، شما عین سروری، پس چه خوش گفت فردوسی پاکزاد که رحمت بر آن تربت پاک باد. شما را جهان آفرین یار باد، همیشه سر و دیدار باد. اما شنوندگان عزیز، صبح دیگری آغاز شد از یک روز زیبای پاییزی و همشهریان عزیز میرن که قبراق و سلامت و سرحال کسب و کار خودشون را آغاز کنند. اجازه بدید مصاحبه‌ای داشته باشیم با آقایی که من میبینم دارن مغازه خودشون رو باز میکنن. قربان سلام عرض میکنن. سلام ارخنده. حال جناب عالی چطوره؟ ممنونم. صبح بخیر. ما داریم در این مورد صحبت میکنیم که یک پدر نمونه و خوب باید با فرزندان جوونش چه رابطه‌ای داشته باشه؟ والا من فکر میکنم یه پدر خوب باید با فرزندش دوست باشه، یک دوست خوب و عاقل که در موقع لزوم راهنمایی هم میکنه. شما با فرزندان جوونتون همینطور هستین؟ با پسرتون، پسر جوونتون، مثلا با پسر بزرگتون شما اختلافی داری؟ نه خیر، من اصلا. چه جالب، ما این رو به فال نیک میگیریم که امروز صبح با پدری برخورد کردیم که واقعا با پسرش کاملا تفاهم داره، هیچ اختلافی ندارم، کاملا هم با هم دوست هستم. خیر، من اصلا پسر ندارم. خب فرقی نمی کنه، دختر و پسر نداره. با دختران جوونتون رابطتون چطور من هست؟ من اصلا فرزندی ندارم. چرا؟ من بگم اصلا ایشون زن ندارد که فرزند داشته باشد. دوستان عزیز شنونده، اینجا یه اتفاق خیلی جالبی افتاده. آقایی که به آقا از من بپرسید که صاحب 5 سر آیله هست. خب بفرمایید، سوال کنید تا جواب بدم. به نظر جناب‌عالی رابطه والدین با جوانهاشون باید چه جوری باشه؟ عرض کنم حضورتان، این جانب اصلان غمخوار با فرزندانه مثل بشر رفتار میکنن. باریکلا، یعنی چی؟ یعنی این که وقتی میخوام از خواب بیدارشان کنم با لغت بیدار نمیکنم. وقتی هم که میگه پول تو جیبی میخوام، خیلی با محبت میگم پسرم ندارم. فرزند بزرگتر شما چند سالشه؟ ارزاد 14 ساله. البته اسمش تو شناسنامه غلام هستا. ننش میگه فرزاد، ما میگیم فرزاد. عجب. بعد شما با فرزاد خان کاملا دوست هستید؟ البته. این که دوست هستیم اینو بگم برای شما، انقدر با هم رفیقیم اینجوری. آها. فوتبال میریم. هیچ اختلافی نداریم؟ اختلاف که چه عرض کنم، عرض کنم حضورت، هم وقتی که میریم برای فوتبال بازی، این برای خودش میره تو تیم آبیه تا، منم میرم تو تیم قرمزه تا. وقتی که بازی آمدیم، باز دوباره اینجوری هستیم. آها، خیلی متشکرم، قربان شما. Thank you.
تو اینطوری که از بد بد میگی از خوب هم باید تعریف کنی. من چند سالی که دارم به این آرشگاه میام، البته از دوره پدرت رو از میکنم، هنوز نشده یک بار از اینجا ناراضی برم. درسته حال شما دقیق ممنونم. اصلاح سرت دلخواه مشتری. آخه مگه آدم از یک سرمونی خوب دیگه چی میخواد آقا؟ سلام علیکم. نه میبخشید، ممکنه من یه تلفن بزنم؟ خیلی عذر میخوام. ببینید اینجا این تلفن ما عمومی نیست. من یه کار فوری دارم. آقای عزیز یه نوکی پا تشریف ببرید سر خیابون، تلفن عمومی هست جانم. انقدر عقلم میرسه حضرت آقا، الان دارم از همونجا میام، نمیتونم تو نوبت باستم، کار فوری دارم. درسانی دوزاری ندارم. درسانی خیلی اجازه داریم، خواهش میکنم بفرمی. فقط 30 ثانیه قربونتو. الو. چرا مثل بزمجه میگه الو؟ سرما خوردی؟ آره. ببین عزت رو بگو من کارش دارم، گوشی رو بده بهش. عزتی کجا رفته؟ نمیدونم، قرار بود منتظر زنگ من باشه. ببین کریم اگه اومد بهش بگو که من بهش زنگ زدم. باشه. خب حال خودت چطوره؟ آه چه خبر؟ سلام علیکم. سلام علیکم. سرما خوردی؟ چیز دیگه پیدا نکردی بخوری؟ راستی کوپونشو چطوری دیاوردی؟ با زیر پیرن رفتی و چاییدی؟ خیلی بچه هوای خودت داشته باشه. سال ساعتی در بایی که قرار گذاشتم باش تماس بگیرم، میترسم بره. ول کنی خودتو، یو میافتی میمیری. ببین راستی خلام نیمدم مسافرم. سوقاتی چی آورد؟ نیومده. خب چه ها چه خبر چه عطر. ببین ها سرما خورده. من چرا فراموشکار شدم؟ خبر داری ازش؟ نه نه کار فوری داشتم. باشه بابا چند بار بهت گفته باشم خوب آقا سر با خط خوش بنویس، تلفن عمومی نیست، بزن پشت شیشه. هنوز نرسیدی؟ خب من بهش مغازه مردم تلفن عمومی نیست. اگه قرار بشه هر چیز بعدی رو بنویسیم رو کاغذ بزنیم بدیم، ما چه نمیشه گم میشیم. نه خودت ناراحت نکن. راستی کریم آن استولار دیدم پیروز. نه خدا یا دیروز بود، نه همون پیروز بود. پیروز چهارشنبه بود کریم؟ چهارشنبه. خب بجون انگار ساعت آقا کار افتاده. کریم ساعت چنده؟ میگن همه قیمت چه داریم؟ چی میخواییم؟ بستنواش، ناظر، مولار، امبیشتار. هر خندیدم. شوخی هم میکنه کریم؟ از چیز چه خبر؟ از اون یارو گنده کی بود؟ نه نه اون فتولا چه خبر؟ آقا دیر شد، میخواییم بریم. آقا میگه میخوام بریم، نمیدونم کجا میخواد بره. خب آقا کجا میخوام ما رو ببری؟ هی میگی میخوام بریم میخوام بریم. با عزتمون میریم جهنم. راستی کریم جانم از داشت چه خبر؟ داشتم خوبه. ببین از قول ما سلام بهش برسون، بگو یه سری به ما بزنه ببینیم چه خبر چه عطر چی کار میکنه. ها خودت با ما کار نداری عمو جون؟ قربان تو. پس کاری با ما نداری؟ میبینمت پس قربانه. خب راستی چه میه پیش ما؟ که کارش اتنه رفت. آقا زود باش با این تلفن کار داریم. کریم یه آقا اینجا تشریف دارن خیلی خوش اخلاقن، انگاری از دماغ فیل سقوط آزاد فرمودن. نمیذارن آدم با رفیقش دو کلوم حرف حساب. یه دو کلوم حرف حساب میزدی دلم نمیسوخت. یه ساعت داری جفنگ میگی پای این تلفن. چی فرمودی؟ همینی که فرمودم. هیچی حرفتو بزن. حرف. بازم حرف بزن آقا. نه نه منظورم اینه که اینجا چه وضعیه من نمیفهمم. چرا چهتی گریختین؟ شما حواس ایشون رو پرت کردین؟ ایشون سر بنده رو آلگارسون کرد در پیکارش. کریم چهتی دمشو تو آقایه. کاری با من نداری؟ از اولش هم کاری نداشت. دکوان با اون کاری نداشتی. گوشی؟ آقا چیزی فرمودن؟ نه آقا نه بفهم. الو ببین کریم صدا میشنوی که خب کاری با من نداری.
انگار تکون اتصالی شد. کریم اگه صدا ما میشنوی از من خدافظ. اما تلفون نیستش که همش اتصالیه. بفهم آقا پول لازم نیست. نه جون شما اگه بر ندارید محال پام از این در بیرون بذارم. آخه واسه 2000 که نمیتونه 20 تومانی شما رو بده. چرا فکر وقت اصلا مردمو نمیکنی آخه؟ عجب. آقا من با ایشون دارم صحبت میکنم. شما رو سننه؟ ده ایشون رو دارم سر بنده رو سن میکنم. سر بندم که کنبازه شد رفت به این کارش. راست میگه کنبازه شد. این که آزاد نمیکنه آقا اصلا. خب گفتم که اتصالی داره. چی رو اتصالی داره مرد حسابی؟ تلفن خراب کردی رفت. به من چه ربطی داره؟ اگه خط خرابه اتصالی پیدا کرده من چی کار کنم؟ حالا باید چی کارش کنیم درست بشه آقا حسن؟ هیچی بابا، به 17 تلفن کنید. 17 مال خرابی تلفنه. بیچاره‌ساته میان تلفنتون رو درست میکنن. قربان لطف سرکار، اما با کدوم تلفن به 17 تماس بگیریم؟ تلفن عمومی سر کوچه است. دو قدم که بردارید رسیدید. دوزاری هم که خواستید اون آقا کمبوزه داره. اوسا خیلی ممنون ازتون. خیلی صفا کردیم. خیلی باحالی. قربون اوسا برم. آره ببینیم بابا. باز کن آقا نخواستم. باز کن. اصلاتون تموم نشد. نه نمیخوام آقا سلمون اصلاح نمیخوام. سلمان اصلاح نمیخوام. اجازه بده سنجاقش آقا جون من میگم باز کن باز کن. خیلی خوب اجازه بده. نمیخوام اصلاح صبر کنه. زور که نیست. اجازه بدیم باز سلام آلا گارسونی نکردید که کردید. کلم و کنبازه نکردید که کردید. خب این که وضع آرایش نشد که. ای بچه در من لعنت اگر دیگه پام بذارم اینجا. آقای محترم. آقای عزیز. نمیشه. ممکنه یه وقت تا غروبم همین جور باشه. باید چیکار کنیم آقا حسن؟ تو به من بگو چی کار نباید کرد. تو هم بابا زور شد. من رفتم از یه جای دیگه زنگ بزنم. خیلی به قول مشتریه از اولش هم کاری نداشتی. تازه قیافه آدمیزاد پیدی کردی. به 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 دست درد نکنه. واقعا که من اگه تو رو نداشتم چی داشتم؟ مو مو داشتی. آره والا. یه دانه اضافیه را اون قیچه که کنده که اون یکی رو بردار. یکی چی؟ ساعت سم که خوابیده که. خب ما دیگه بریم. کجا؟ دستپخت مادرم فرقی نکرده. هرچی از ما هم میخوره. تو هنوز مادرت برات غذا میذاره؟ چه کنی؟ بابا اون که آشپزی بلد نیست. میگه غذای بیرون اعتبار نداره. میترسه مریض بشه. برای همینه که همینطور عذب و غولی موندی دیگه. خیالم ندیدی از سیم بالا بزنی؟ شما دیگه چرا آقا داوود؟ مگه آدم زن میگیره برای آشپزی؟ زن یعنی شریک زندگی، یعنی دوست، یعنی همراه. آفرین، باریکلا. تو که اینقدر توریشو خوب بلدی و چرا عمل نمی کنی؟ دیگه گذشت داوود جان، هر چی بود گذشت. به به چه بویی مرغ و این زیرش هم حد بله همون که حد زده برش کلو یواش خیلی خب نسخ یواش زد کن این خدمت شما این هست این مرغ ها مادری ترشیه خوبی هم درست میکرده هنوزم درست میکنه بکش
اینم ترشی کوچک خانم نشان. به به خدمت شما. بوش که همون بوه. آدم رو درست حسابی یاد اون وقتا میندازه. چه تورانی داشتیم ما. شب کنکور یادته؟ آره نصف شب من انداختی تو از که خواب از سرم بپره. چقدر خندیدیم پسر. خدا بیامرزه مادرتو، از خواب پریده بود، هول کرده بود. مریم اونو بگو، خیال کرده بود دزد اومده، هی داد میزد دزد، دزد، دزد. تو دلت میخواست با خروان ازدواج کنی؟ آه؟ و چرا به من نگفتی؟ چند بار سعی کردم اما نتونستم. چرا؟ آخه خواهر دوست آدم مثل خواهر خود آدمه. مریم خانمم جای خواهر من بود. تو عالم جوونی فکر میکردم کار زشتی آدم بره خواستگاری خواهر دوستش. عجب دیوانه هستی تو. تو از کجا فهمیدی؟ حرف زدم. خوب شد پرسیدی. 25 سال رو دلم سنگینی میکرد. البته اگه نمیپرسیدیم خودم یه روز بهت میگفتم. هنر میکردی؟ اون موقع که باید میگفتی نگفتی. اصلا نه. اومده سراغ چایی. بله بفرمایید. چای حاضر شد یا منتظری من بیام دم کنم؟ داخل شد ای مرد به آرایشگاه تا از سر و سر خلق گردی آگاه. به به با خلق زنی از همه در گپ آنگاه خوش تیپ شوی با سر و وضع دلخواه. به به آفرین آفرین. این شعر از کی بود قربان؟ از خود بنده. همین حالا فیل به داهه شروع جم. آفرین به این طبع شعر. احسن. این همه به حکم یادگاه. خیلی ممنون دست شما درد نکنه. به به این همه وقتی ناقابل. آقا مهمون من باشین. دست شما درد نکنه. لذت بردیم آقا. دست شما درد نکنه. چه هنرمند خوبی. این چند بگم بلی سبزی تحفه بنده. دست شما درد نکنه. فرجی متخلص به برگ خزان. خیلی خوشحال شدم. پاینده باشید. مرمت سلامت. ببخشید ببخشید. سلام علیکم. این تلفن درست نشد؟ نه. آکه خوشگش شما. حالا اینجا که اورژانس نیست یه دو روزم تلفن نباشه اتفاق نمیفته که. این حرفا چیه؟ این تلفن مگه میشه زندگی کرد؟ چرا نمیشه؟ چه زندگی آروم و بی دردقه ای. چرا نمیری تلفن عمومی؟ بابا چرا نمیفهمین؟ قراره به من زنگ بزنن حیاتیه کلی پول توش خوابیده. درست شو. الو الو بفرمین. بله بله بفرمایید. جوانی؟ من ناصرم. ناصر کی باشه؟ ناصر مجلل دوست آقا اسد. ماشاءالله خوب چونه ایم داریا. سه ساعته دارم شماره میگیرم. من نبودم والا. گوشی رو بده دست اسد. چشم. مادرته. الو. سلام مادر. تلفن خراب بود. بس که ازش کار میکشن معلومه که خراب میشه. صداب که نیست. اسد بله
سفارش کنم پیاده یه وقت نیایی ماشین سوار شو میگیری مادر چشم گرگردن کم خوب بپشون سوز میاد چشم خدا حافظ سلام سلام دیر کردی آقا داشتم میرفتم اگه بل میکنن صبح تا شب مغازه پر میشه خالی میشه ها اما از 50 تا مشتری یه نفر خریدار نیست همین تو علکی نشستیم داریم خاری ورق میزنه اونم مفتی کلزی تازه دمه؟ هفتوشه سردم یه داره بخورم یه برش این زن بخوری حال کنم دست ناصر خان بریز بینه چایی خرش ایرا کن اوه 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 سه شد باز مادرت الو خب چشم مادر چشم خیالت راحت باشه مادر و اصلا شورش در آورده منتظر دو تا تلفنه نصف روز خراب بوده از موقعی هم که بس شده شاید بیشتر از 100 بار اینجا زنگ زده تقصیر خودشه تا وقتی مرد زن نگرفته مادر به چشم بچه بهش نگاه میکنه اما اگه زن گرفته بود و 4-5 بچه قد و نیم قد دور و برش پرکیدن ها قضیه فرق بود اگه این مادر نمیذاره ای بابا کدوم مادر نمیخواد پسرش زن بگیره آخه مادر آقا وسط پس چرا نمیگیره من نمیدونم والا بذار تلفنش تموم بشه خودم نصیحتش میکنم نصیحت خوشوخاری چه فایده داره؟ بالا آسینا رو بالا بزنیم بالاخره هر کی باشه آقا اسد رفیق چندین چند ساله ماست هم خودش به گردن ما حق داره هم پدرش بله الان دیگه ببین مادر مشتری اومده من بعدن تماس میگیرم با اتون خداحافظ دیگه باچون خانم والده بود؟ بله خدا سایش از سره کم نکنه اما ازدواج چیز دیگه ایه آدم تا وقتی ازدواج نکرده هنوز بچه هست کامل نشده سر سامان به خودش نگرفته خب بله نمیفهمه از کجا در میاره کجا خرج میکنه زن به زندگی آدم سر سامان میده یکیو میکنه دوتا برینگ برنامه خانه و خانواده شوخی نکن دارم جدی حرف میزنم نمونهش خود بنده اگه زن نداشتم چی داشتم هیچی حالا به حمدالله همه چی دارم زن خوب بچه های خوب خونه و زندگی مرتب رفقای خوب سلام علیکم به به سلام آقا اسلام یکی به موقع اومدی فقط تو یکی کم داشتی باید چه خبره؟ کنسیونه کنسیون یه چیه؟ شروع نکنی داشتم از ناصر ازدواج میگفتم اولا طول عمر میاره من نمیگم ها علم میگه آمار گرفتن طول عمر آدم های مجرد نصف عمر آدم های متأهله مال قضای بیرون آقا مال قضای بیرون موضوع زن گرفتن آقا حسن ببین آقا حسن انسان باید منطق داشته باشه خدا نگه دارم مادرتا چشمیم کور زبانیم را گوشیم کرد بعد از 120 سال تلگیب چیه؟ خدا پدرت تو اکری بیامازه خیلی قشنگ گفتی آقا اسد تو باید زن بگیری ببین راستش من مخالفتی با ازدواج ندارم اما هیچ وقت پیش نیومده پیش نیومده چه جونم من خودم برات پیش میارم الحمدلله چیزی که فرمونه دختر خوب و نجیب و دنبخ تو همین محله خود ما اینقدر دختر خوب و خانواده دار و با شخصیت هست اصلا چرا رای دور بریم؟ بابا ما که کرد چی نگفتیم که محل خود ما نگفتیم یکی کمی دختر خواهر با جناق من حالا همسه خانه این بلی خوبه زیادم دور نیست از هر انگوشش 100 تا هنر میریزه بافتنی تکمیل خرگتی تکمیل آشپزی تکمیل رودری هم میدوزه رودری چیه؟ از همینه کراس میرن دیگه رودری دوزی فهمیدم بله سلام جو. سلام چیه بابا جون؟ بابا گفته ستر بیا خوره قرار داری اینو بیا باشه الان میام میبینی آقا اسد زن که بگیری مهمون میاد خونه مهمونی میری بله عزیز دلم یکا و یارخوز خونه رفتن چه معنی میده آقا چون بیبنده ها
کی؟ کبابی، بابا گوش شام نداری؟ سر را کباب بگیر بیار. حواس کباب کردم بچه ها. دوست دارم دیگه. من با اجازه مرخص میشم. سلام. خب خدا حافظ همگی. خدا نگهدار. بریم با خدا. خدا حافظ. قربان تو. فردا جمعه است. بهترین وقت خواستگاریه. بابا من منتظرم آخه. برو به کارت، امر خیره. چی کار میکنی آقای ستون زده؟ قرار خواستگاری فردا رو دارم میذارن. جدی میگی؟ مگه شوخی داره؟ آخه من هنوز اون دختر خانمو ندیدم. فردا میبینیش. من باید مادرمو در جریان بذارم. خب امشب بهش بگو لشکرکش قندهار کلیس تدارک لازم داشته باشه. آخه من میدونم. بس که آخه گفتی به این روز افتادی. برو بگیرش. ناصر خان دستم به دامنه، تو یه کاری بکن. بعد شیرینی میخوری. الو. خب همسر خان شمایی؟ سلام عرض میکنم، من ستون زاده هستم. برای امر خیر مزاحم شدم. ترشی نداری؟ داریم اما اگه نخوری بهتره. چرا؟ برات خوب نیست. باز چی؟ سرما خوردی. من سرما نخوردم. حتما سرما خوردی. مگه دیشب یادت نیست اومدی خونه مثل موش آب کشیده بودی؟ اما من حالم خوبه خوبه. مادر جون نخوری بهتره. میریزه خدای نکرده به سینه دیگه حالا خوب نمیشی. با ماس بخور. یا خود ترشی بر من بیار. تام دندون رو جگر بگیر. بچه میبونی دلش میخواد. برای همه مادره واسه ما زن بابا. راست یه روز ستون زاده اومده بود مغازه. خب جعفری هم بود. خب هیچی سلام رسون. سلامت باشم. اینا مگه کار زندگی ندارن که راه و بیرا تو مغازه تو بلوهن؟ پس ستونزاده کی فرش میفروشه؟ بابا ستونزاده یه وقتای غروب که میشه سری به من میزنه. امروز هم اومده بود که... که چیز... حال منو بپرسه. واه اون مغازه چسب مغازه توه. در به دقیقه میاد حالتو رو بپرسه که چی؟ خلاصه همینجوری داشتیم گپ میزدیم که حرف افتاد. چه حرفی؟ هیچ. از این بیمزه بازی ها که باید برای اسد دست بالا بزنیم. میخواستی بهشون بگی هنوز دست مادرم نشکسته که شما ها برام دست بالا بزنید. چیشون؟ غذات مونده تو گلو یا حرفه؟ نه بابا چه حرفی؟ نمیدونم والا نمیدونم مرد عذب چجوریه. انگاری یه لقمه پیچیده یه آماده است که همه میخوان قورتش بدن. بابا این که دیگه این لقمه های مونده میمونه. خیلی هم دلشون بخواد. مادر جون زن گرفتن اینجوری نیست که هرکی از گرده را برسه بخواد برای آدم زن پیدا کنه. آخه عروسی کردن سیب زمینی خریدن که نیست. بله البته عروسی کردن خیلی راحت تره. آدم باید زن آیندهش همه جوره ببینه، بپسنده، ببینه کیه، چیه، پدر مادرش، اخلاق و رفتارش، خونه داریش. از همه مهمتر مادرش و دوستیش. پس چی؟ مثل بچه همی یوسف گیره گرگ بیفته خوبه؟ انگار نه انگار پدری داره، مادری داره. سر خود رفت زن گرفت. ناحق و ناروا از دستمون رفت. اصلا که خواست زن بگیره. کوکو برات بذارم؟ نه سیر شده. بخور. همی خورم. بخور بس جون بگیری.
سیر شدم نمیخورم. بخور مادر جون، بخور حرف نزن. منزل آقای ستونزاده؟ بله بفرمایید. الو. سلام عرض میکنم خانم. سلام علیکم جناب. من اسد هستم. کدوم اسد؟ اسد خمارلو. به تبریک عرض میکنم. تبریک برای چی؟ برای عرض آه بله خیلی یک دنیا ممنونم. به خوبی و خوشی به سلامتی شده که عاقبت بخیر. آقای ستونزاده به پای هم پیر شید. منزل تشبیه دارم؟ نه خیر نیستن رفتن اونجا. نیستم. رفته خونه عروس خانوم. صبح زود پا شدم. الو. از صبح تش بردم اونجا. بله نشونی که داری؟ بله نشونی دارم بله بله بله. بله خب. الو. بله. اومدم مادر. ببخشید. چشم. بله بله حتما خدمت میرسم. بله 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 دیگه الان سرکله خواهر دینا پیدا میشه. بود رختار از دوبن جمع کن بریزی تو بیار. چشم. بودو پسر بار کلا. آقا. بله. اگه زحمتتون نیست یکم خرید داریم. بدین مشته گر جان فشانم خطاست. اطاعت ظرف تو هم ما رواست. بگو لال و کوپال و گرزم کجاست.